جوانان و رضاکاران ولسوالی واخان ولایت بدخشان افغانستان، مخصوصا جوانان قریجات فتور، خندود، گازخانه، سرحد و بروغیل و غیره قریجاتی که من از آنها نام نبردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شما ولسوالی شماره 36 هستید که بالایتان صدا میکنم. شمایی که این ویدیو را میبینید، این ویدیو برای شماست. اگر شما کار دارید و یا بیکار هستید، اگر در شما قریه زندگی میکنید و یا در شهر، اگر شما در داخل افغانستان زندگی میکنید و یا در خارج، اگر شما تعلیم و تحصیل دارید و یا ندارید، اگر شما کدام مقام و منصب داشتید و یا نداشتید و اگر شما پول دارید و یا ندارید، این ویدیو برای شماست. افغانستان به حیث یک مملکت و ولایت ما و ولسوالی ما و حتی قریه ما شاید مشکلات زیاد داشته باشند که ما قادر به حل تمامی آنها نیستیم، مگر تمام ما باید این سوال ساده را باید جواب بدهیم که ما برای قریه، ولسوالی، ولایت و بالاخره برای افغانستان چی کار کرده میتوانیم، و یا میتوانیم طور دیگر از خود بپرسیم آیا ما کاری برای قریه، ولسوالی، ولایت و بالاخره افغانستان انجام داده میتوانیم؟ جواب کوتاه بلی است. جواب طولانی‌تر آن اینجا است. در هر ولسوالی و از هر ولسوالی ما حداقل یک و یا بیشتر از این افراد را داریم: دکتر صاحب، انجینر صاحب، دگروال صاحب، جنرال صاحب، سارنوال صاحب، قاضی صاحب، معلم صاحب، سر معلم صاحب، مامور صاحب، مدیر صاحب، رئیس صاحب، معین صاحب، رهبر صاحب، رهبرزاده صاحب، کلان قوم صاحب، کلانتر صاحب، ملک صاحب، قریه‌دار صاحب، وکیل صاحب، منشی صاحب، اقتصاددان صاحب، متخصص زراعت صاحب، تجار صاحب، دکاندار صاحب، صراف صاحب، حاجی صاحب، مولوی صاحب، شیخ القرآن صاحب، شیخ الحدیث صاحب، مولانا صاحب، پیر صاحب، مرشد صاحب، مرید صاحب، زوار صاحب، کربلایی صاحب، خارج دستماندگی صاحب، ادیب صاحب، شاعر صاحب و غیره و غیره. افراد و اشخاص را که در بالا ذکر کردم و یا بیشتر از اینها با القاب دیگر در هر ولسوالی کم و بیش وجود دارند. بیشتر از القابشان اشخاص و افراد در هر ولسوالی وجود دارند که شاید از این القاب نداشته باشند، ولی نیت خالصانه و پاک برای کمک به ولسوالی و قریه خود داشته باشند و دارند. چی باید بکنیم و از کجا شروع کنیم؟ یک لیستی از اشخاص را آماده کنید که شما فکر میکنید برای ولسوالیتان کار کرده میتواند. لطفا این اشتباه را نکنید که پشت افراد بگردید که پول دارند، بلکه به دنبال کسانی باشید که آماده هستند به قریه و یا ولسوالیتان کمک کنند. شماره تماس آنها را پیدا کنید و با ایشان تماس برقرار کنید. این سوال را پیش رویشان بگذارید که آیا برای قریه و یا ولسوالی خود کار کرده میتوانیم؟ بعداً هر یکی را جدا جدا به گروپ واتساپ و یا مسنجر و یا کدام شبکه اجتماعی دیگر اضافهشان کنید. شاید در مورد سوال فوق کدام جوابی نداشته باشم و در اینجا شما می توانید بعضی نظریات را برایشان پیشنهاد کنید. به این نکته توجه داشته باشید که از کوچکترین کار و نظر شروع کنید و برایشان تشریح کنید که شما لزوما پولشان را کار ندارید، بلکه تعهد و اخلاصشان را کار دارید. برایشان بگویید که شما یک جا با آنها می توانید فعالیت‌های ذیل را انجام دهید. اگر هر نفر از قریه و یا ولسوالیتان که در خارج زندگی می‌کنند به اندازه $1 در ماه کرتاسیه را برای یک طفل در قریه کمک کنند و یا به اندازه $1 در ماه تباشیر و یا مارکر برای مکتب قریهتان کمک کنند، با $10 کمک در ماه می توانید به یک طفل در قریهتان کمک کنید که ریاضی، انگلیسی، کامپیوتر و یا مضامین دیگر را یاد بگیرند، و یا با این پول می توانید شیشه شکسته یک صنف درسی در مکتب را تبدیل کنید، و یا تخته سیاه و سفید را برای یک صنف در مکتب قریهتان خریداری کنید، و یا یک ترمز آب را برای صنف در مکتب قریهتان خریداری کنید. با $50 در ماه می توانید که یک فامیل غریب را در قریه کمک کنید تا مواد غذایی خود را تأمین کنند و در مقابل از آن فامیل بخواهید که اولادهای خود را به مکتب و یا کورس روان کنند. کارهای دیگری هم وجود دارند که مردم انجام داده می توانند که ضرورت به پول و سهمگیری مالی ندارد. به طور مثال شما به جوانان ولسوالی خود کمک کرده می توانید که به بورسیه ها درخواست بدهند که سی وی های خود را به شکل درست آن ترتیب کنند. متخصص زراعتی که از ولسوالی شماست می تواند به دهقانان ولسوالیتان در مورد روش‌های جدید کشت و زراعت مشوره بدهد. دکتری که از ولسوالیتان است و در خارج زندگی می‌کند به دکتران قریه و ولسوالیتان مشوره بدهد که چطور از روش‌های جدید تشخیص و تداوی امراض کار بگیرد و از تکنولوژی ارزان تداوی و تشخیص استفاده کنند. یک استاد ریاضی و یا مضمون دیگر که تجربه خوبی در تدریس دارد و در شهر کلان و یا بیرون از کشور زندگی می‌کند، تجارب خود را با استادان جوانتر که تجربه کمتر دارند تجربه خود را شریک سازد. به نکات ذیل توجه داشته باشید. توقع نداشته باشید که هزاران و یا صدها و یا هم دهاتن دفتن به صدای شما لبیک بگویند و شامل رضاکاری شوند. توقع نداشته باشید که با یک بار صحبت مردم قناعت کنند و با شما در رضاکاری یکجا شوند. توقع این حرفا را داشته باشید که نمیشه، امکان نداره، ما شما نمیتوانیم، این کارها نتیجه نمیده، شک و تردید، سوالات عجیب و غیره و غیره. بالای کمیت فکر نکنید، بلکه بالای کیفیت فکر کنید. توقع نداشته باشید که نتایج کارتان را در چند روز، چند هفته و یا هم چند ماه ببینید. هر کار و پیشنهادتان را با جزئیات آن و تکرار برای هر شخص تشریح کنید. اگر شما بکنم سوالی جواب داده نتوانستید، سوال را به ما راجع کنید و ما کوشش میکنیم که در دادن جواب آن با شما همکاری کنیم. ما در افغانستان در حدود 400 ولسوالی داریم. اگر ساکنان هر ولسوالی در هر سال فقط یک تن را باسواد ساخته بتوانند، در آخر سال در تمام افغانستان ما 400 فرد باسواد می داشته باشیم. اگر در هر ولسوالی ما بتوانیم 10 تن را باسواد بسازیم، در تمام افغانستان در اخیر هر سال ما حدود 4000 تن فرد باسواد بیشتر از قبل می داشته باشیم. اگر ما بتوانیم در هر سال برای 10 تن امید به فردای بهتر را بدهیم، در اخیر سال 4000 تن بیشتر افراد با امید بیشتر خواهیم داشت. اگر ما مشکل قرطاسیه تنها یک مکتب در هر ولسوالی را حل کنیم، در اخیر سال مشکل قرطاسیه 400 مکتب حل خواهد شد و همینطور کارهای دیگر. یک گفته بسیار مشهور است که میگوید سفر هزاران کیلومتری با یک قدم شروع می شود. تبریکتان باشد، شما این قدم را با دیدن این ویدیو و سابسکرایب کردن به این چینل گرفته اید. با آهستگی کارتان را آغاز کنید، ولی در کارتان مداومت و پشت کار داشته باشید. و شما باور هم نخواهید کرد که در 5 سال آینده چه نتایجی را به دست خواهید آورد. خوشبختانه ما سازمان‌های خیر و رضاکار و افراد خیراندیش و رضاکار در افغانستان داریم، مانند دکتر صاحب رمضان بشردوست، وکیل صاحب سید احمد سیلاب، بنیاد عطا، بنیاد قمر و غیره. چه احساسی خواهی داشت که اگر شما دکتر رمضان بشردوست و یا هم سید احمد سیلاب آینده قریه و یا ولسوالی خود باشید؟ آنها کارهای بسیار عالی انجام می‌دهند و شما هم همین کار را انجام داده می‌توانید. آنها کار بسیار عالی انجام می‌دهند ولی نمی‌توانند به هر قریه و ولسوالی افغانستان رسیدگی کنند. پس بیایید که به اندازه یک فرد، یک قریه، یک ولسوالی و یک ولایت در یک وقت کار کنیم. از اینکه من پیسه‌دار نیستم که برای هر ولسوالی افغانستان پول زیاد کمک کنم، ولی من این 1 یورو را، 1 یوروی ناچیز را در این بوتل برای کار رضاکار در ولسوالی شما جدا می‌کنم. هر وقتی که شما کار رضاکار را برای ولسوالیتان آغاز کردید، لطفاً به من احوال بدهید که این پول ناچیز را برایتان ارسال کنم. من خدای ناخواسته نمیخواهم بالای ولسوالیتان ریشخندی کنم، بلکه عاجزانه و مخلصانه 1 یورو را که از توان من پوره است برای کار رضاکار در ولسوالیتان کمک میکنم. شما به کدام اندازه آماده کمک و رضاکاری به ولسوالی و قریه خود هستید؟ برای اینکه این پیام به بیشتر مردم برسد، لطف کرده این ویدیو را لایک کرده و این چینل را سابسکرایب کنید. اگر کدام ملاحظه و یا سوال دارید، لطفا در بخش کامنت ها در زیر این ویدیو آن را با من شریک سازید تا آن را یا از طریق کامنت و یا هم یک ویدیو جداگانه به آن جواب بدهم. تشکر بسیار زیاد. اگر تا فعلا برای ولسوالی شما ویدیوی خاصی تهیه نکردم، لطف نموده معلومات ذیل را در کامنت برایم ارائه نمایید. نام ولایت به ولسوالی، نام حداقل 5 قریه و یا منطقه مهم ولسوالی. اکثریت مردم به کدام زبان صحبت میکنند؟ تا به ولسوالی دیگر، خداحافظ. به امید دیدار تا به ویدیوی دیگر. این ویدیو به هیچ وجه مرتبط به سیاست و مسائل سیاسی نیست. این ویدیو خاص برای کارهای رضاکاری تهیه شده است.